سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حامد هستم و خیلی خوش اومدین به ریاکشن. آقا تو این ویدیو قراره که بریم موزیک جدید. بچه واقعا نمیدونم موزیک جدیده یا موزیک قبلیشه، چون رفتم تو پیجش دیدم که مثلا یه ویدیو گذاشته که آقا موزیک جدید این چیز دیگه است، خلاصه که نمیدونم دیگه. اگه جدید نبود به حضورتون ببخشید. بله، موزیک جدید مسعود صادقلو به اسم شب آهنگی یا شب آهنگی نمیدونم یه همچین چیزی. بچه واقعا نمیدونم که این موزیک جدید چیه، چون رفتم تو پست اینستا دیدم مثلا هیچ پستی در موردش نذاشت، ولی ملوگات اومد گفته که این موزیک جدیدشه. نمیدونم، خلاصه اینکه امیدوارم از این ویدیو لذت ببرین. این اولین ویدیوی ما تو این کانال که می‌خوایم به موزیک‌های مسعود صادقلو ریاکت نشون و اگه یه نکته هم به شما بگم، خیلیاتون مثلا تو کامنت ها میگین که آقا حتما مثلا به موزیک فلان ریاکشن نشون بده، بچا من همون روز ویدیوشو میگیرم خب، یا مثلا نهایت فردا، ولی تو تاریخ پخش میذارم. بعضی شاید مثلا از این خواننده تکراری باشه، برای اینکه خیلی به قول معروف لوس نشه، مثلا یکی میاد تو کانال میبینه همه ویدیو ریاکت به مثلا ماکان بنده، واسه این قضیه میام اینا رو نوبت‌های متفاوت مثلا یکی برای هفته بعد یا هفته بعدش مثلا میام نوبت دهی میدم بهشون و یه تاریخ برایشون انتخاب میکنم که تو اون تاریخ مثلا ویدیو رو من منتشر کنم که یه ذره کانال به قول تنوع زیاد باشه، من بتونم تو اون تایمی که مثلا فرصت دارم به یه خواننده‌های جدیدم ریاکت نشون بدم و خلاصه اینکه تنوع برای شما بیشتر باشه و اصلا اینطوری فکر نکنید که من این کار انجام نمیدم. خیالتون راحت باشه، تمام موزیکایی که شما از من میخواین من بهش ریاکشن نشون میدم. خیلی صحبت کردم، بریم. خب بچه‌ها، اینم از کاور موزیک تباهنگی از مسعود صادقلو. خودش می‌بینید بچه‌ها، فکر کنم این عکسش برای یکی از پوسترهای کنسرتشه اگه اشتباه نکنم، آخرین بار دیده بودم تو پیجش و فکر می‌کنم این ماه یه دور کنسرت هم دارن اینا تو کیش. موزیک پرودوسرش حامد برادران، شعرش از یاها کاشانی، گیتارش هم از هیراد نیک نامه و اون بالا فکر کنم آقای دوران باید باشه، لوگوی اونه تو آرتیست اونا باید باشه، آقای حسنی اگه اشتباه نکنم. فضای کاور خیلی شاد و ساده است، البته شاد که نمیشه گفت و اوکی. بزن بریم که موزیک رو گوش کنیم، ببینیم که توی موزیک چیکار کرده. میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی بشنگه، تو میشنوم صدا تو آروم میشه. سریع رفته رو دور وایسین. میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تو میشنوم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا چشات قشنگه، امشب پیش عالم آدم قلبمو بهت دادم، دل بر تماشایی من به عشق تو افتادم، امشب پیش عالم آدم قلبمو بهت دادم، دل بر تماشایی من به عشق تو افتادم. چه قشنگ گفت امشب پیش عالم و آدم قلبمو بهت دادم، بله دلبر تماشایی من به عشقت افتادم، به امشب پیش عالم آدم قلبمو بهت دادم، دوباره چه میگی؟ دل بر تماشایی من به عشقت افتادم. بله باله یه تیکی میبینیم افت دارن تو وسط ها، تو تا نکردی عاشقش کردی، نمیذاری لحظه تنها بشم. بچه واقعا دارم حس میکنم این ملودیش خیلی برام آشناه. امشب پیش عالم آدم قلبمو بهت دادم، دل بر تماشایی من به عشقت افتادم، امشب پیش عالم آدم قلبمو بهت دادم، دل بر تماشایی من به عشقت افتادم. اصلا شعر آنچنانی نداره، یک سر داره تکرار میکنی یه چیزی رو، دارم نگاه میکنم اصلا شعرش خیلی ساده است، یعنی فقط داره یه چیزی رو تکرار میکنه. نمیدونم ملودیش اصلا نمیدونه خیلی به موزیکای حامد برادران نزدیکه، یعنی قشنگ معلومه که حامد برادران با سلیقه خودش اینو زده، یعنی چجوری شما بگم، شاید بگم ما مثلا یه اثری رو خلق کردیم، ولی چون چیزایی که داریم میبینیم، اون صدایی که داریم میشنویم همه تکراری. یعنی حامد برادران میبینیم مثلا اگه 10 تا آرتیست باشه، اون سبک خودش تو همه اون 10 تا داره. یعنی اینجوری نیست که بگیم بینامانی یه سبک شده، اون یه سبک، همه میبینیم ملودیاشون خیلی به هم نزدیک و تکراری طوره یه جورایی. یعنی بچا صدای فلوت شما گوش کنید، دقت کنید، یعنی تو تمام موزیکایی که حامد برادران مثلا موزیک پرودوسر بود، اگه مثلا صدای فلوتی نبود، همه میبینی با یه ریتم و ملودی خیلی تکراری و مشخص دارن استفاده میشن. دلبر تماشایی من عشقت افتادم، شب پیش عالم و موزیکش قشنگه که، ولی مثلا اسکی رفت دادم موزیک قبلی. مسعود صادقلو، حامد برادران. الان من انتظار داشتم بگه مسعود صادقلو، بعد دل بگه مسعود جهانی. آقا دمتون گرم، مرسی که اینجا همراه بودید. اینم از موزیک جدید مسعود صادقلو به اسم شب آهنگی. آقا همینطور که گفتم واقعا ملودیش خیلی تکراری بود واسم. واقعا معلومه که از یه سری از موزیکا و چیزایی که خود حامد برادران تو موزیک قبلی مثلا استفاده کرده، اسکی رفتن و واقعا نمیشه گفت به اون صورت بگیم یه موزیک خلق شده. خیلی ملودیش به یکی از موزیکای خود حامد برادران میخورد که حالا اگه یادم اومد تو ویدیو حتما میذارم اون یه تیکشو. عاشقت میشم روزی 100 دفعه، جوری که هیچ کس عاشقت نشه. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا همراه بودین. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. در آخر ازتون میخوام که حتما چند لحظه وقت بذارید، چنل من سابسکرایب کن، علامت زنگ رو فعال کن، این ویدیو لایک کن و تو کامنت نظرت برام بنویس. اگر از موزیک قبلی دوستای من به ریاکشن نشون بدم، حالا از مسعود صادقلو یا حامد برادران که گفتیم، برام بنویسین و تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.